درود بر شما همراهان گرامی و عزیز به کانال خودتون خوش آمدید ناصر کنانی سخنگوی وزارت خارجه گفت که تحولات فرانسه را با دقت دنبال کرده و به مقام های این کشور توصیه میکنه که از بکارگیری خشونت اجتناب کنند و صدای معترضان را شنیده و به خواسته های آنها توجه کنند. او افزود که در اتفاقهای ایران کشورهای دیگه توصیه به خشونت میکردن. حالا واکنش تند اما زیرکانه سخنگوی وزارت خارجه فرانسه به توصیه سخنگوی وزارت خارجه رژیم ایران درباره برخورد با معترضان فرانسوی هم جالبه. او گفته دقدقه شما رو نسبت به حقوق بشر و جان شهروندان فرانسه درک میکنیم و, و, از این جهت نه کسی رو با سلاح جنگی میکشیم و نه به چشمی برای کور شدن شلیک میکنیم و این در حالیه که جمهوری نکبت اسلامی دادگاه توماج صالحی را پشت درهای بسته انجام داد امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی خواننده رپ فارسی از برگزاری دو جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او پس از هشت ماه خبر داد توماج صالحی در جریان اعتراض های موسوم به زن زندگی آزادی بازداشت شده بود و به گفته رئیسیان دادگاه توماج در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان دو هفته پیش در 28 خرداد آغاز شده بود اما با توجه به ناتمام ماندن موضوعات مطرح شده در جلسه رسیدگی تنفس اعلام شد و ادامه رسیدگی به روز یکشنبه 11 تیر ماه موکول شد وکیل پرونده توماج در ادامه افشاگریش توضیح میده که دادگاه به ریاست براتی برگزار و در نهایت ختم رسیدگی از سوی دادگاه اعلام شد بر این اساس دادگاه مبادرت به صدور رأی خواهد کرد و تصمیم دادگاه بر اساس قانون در یک هفته به ما ابلاغ خواهد شد رئیسیان در پاسخ به این پرسش که شما به عنوان وکیل روند جلسات رو چطور ارزیابی کردید گفت که روند جلسه از نظر رعایت تشریفات دادرسی مطابق جلسات دیگری که در این شعبه برگزار میشد غیر علنی بود و اجازه حضور اشخاص سالس و خبرنگاران یا نمایندگان جامعه مدنی و همینطور خانواده موکل در دادگاه داده نشد از نظر امکان ارائه دفاعیات هم فرصت بیان مطالب و نگارش توضیحات و تقدیم لایحه دفاعی فراهم بود و ما وکلا هم دفاعیات شفاهی و هم لایحه کتبی تقدیم دادگاه کردیم او ادامه میده که پیش از این در راستای اجرای ماده 387 قانون دادرسی کیفری در رابطه با روند تحقیقات دادسرا و نقایص پرونده اعلام کنید و پس از اعلام ما دادگاه با پذیرش شش ایراد درباره اتهامات و همینطور دو ایراد بنیادی در روند تحقیقات قرار رفع نقص ساده رو پرونده رو برای دادسرا جهت رفع نقایس ارسال کرده بود که دادسرا تنها در رابطه با یکی از ایرادات ما رو احضار کرد و سایر ایرادات رو رفع نشده باقی گذاشت البته ارائه توضیحاتی که موجب رفع نقایص نبود و پرونده رو به دادگاه مرجو کرد و, و با توجه به اینکه ایراداتی که پیش از این مورد پذیرش دادگاه قرار گرفته و هنوز رفع نشدن ما به جریان دادرسی امیدوار هستیم او در پاسخ به این پرسش که مهمترین اتهامات ما چیه و کیفرخواست چی بوده میگه مهمترین اتهامات عبارتند از افساد فلعرض که موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی با این توضیح که دادسرا مدعیه که موکل با انتشار توییت هاش مرتکب نشر اکاذیب به شکل گسترده و در نهایت موجب افساد فلعرض شده و اتهام دیگه همکاری با دولت متخاصمه که موضوع ماده 508 قانون مجازات اسلامی باب تعذیرات و دادسرا اعتقاد داره که چون شبکه سی بی سی از تصویر سخنان موکل در یک برنامه تلویزیونی استفاده کرده این کار مصاحبه موکل محسوب میشه و همکاری وی با این رسانه است این در حالیه که مصاحبه با رسانه سی, بی سی که یک رسانه کاناداییه مستاق همکاری موکل با دولت کانادا تلقی میشه و از آنجایی که دولت کانادا از نظر دادسرای اصفهان دولت متخاصم محسوب میشه در نتیجه این مصاحبه مستاق همکاری دانسته شده و همکاری هم مستاق همکاری با دولت متخاسم تلقی شده. او میگه اتهام دیگه توماج صالحی اینه که با دعوت مردم به بیان خواسته ها و مطالبات خودشون مرتکب دعوت به آشوب و اختشاش موضوع ماده 512 از قانون مجازات شده و اتهامات دیگر او فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به بنیانگذار انقلاب و مقام رهبری رژیم و همینطور اخلال در نظم و نشر اکازیب که در کیفرخواست دومی خطاب به دادگاه کیفری دو به موکل نسبت داده شد و اکنون هر دو کیفرخواست تنظیمی دادسرا به صورت یک جا در همین دادگاه انقلاب در جریان رسیدگیه وکیل میگه به همین اتهامات پاسخ داده شد و دفاعیات ما در رابطه با اتهامات صالحی در مورد تک تک اتهامات ارائه شد و زمان ملاقات موکل در مجموع نیم ساعت در بازداشتگاه اطلاعات اصفهان به ما داده شد و حجم اتهامات فراتر از این بود که در این نیم ساعت حتی بتونیم یک به یک اتهامات رو برای موکل بخونیم و در ادامه این وکیل توضیح میده که گرچه تو ماج صالحی نزدیک به هشت ماهی که در زندان اختصاصی اطلاعات اصفهان نگهداری میشه اما به علت ویژگی های شخصیتی که داره از نظر روحی و جسمی به خودش مسلطه و در دادگاه نیز توضیحات دقیق و واضحی ارائه کرد رئیسیان در پاسخ به این پرسش که چرا تنفس دادگاه تا این اندازه طولانی بود گفت خب بر اساس قانون گفته شده که تنفس به مقدار لازم داده میشه و طبیعتا تشخیص مقدار لازم با دادگاهه از کانادا پرید می خب من چیز تصویر پشت تیشیرت رو دیدم خیلی کیف کردم بله من دمتون گرم بابتم همینا زده باعث افتخاره بفرمایید با شیر خوشی بعد ده... واو امروز روز کانادا پرید بود دیگه بله تو چرا اونو زدی برای اینکه بگیم که الان وقت نه گفتم باند. به جمهوری اسلامی تموم شده وقت اینه که آری به چی بگی من آری میگم به پادشاهی مسعوده جان کلام این که دوستان بیای صدای شش نظامی با شرفی باشیم که وقتی گفتیم ارتش به مردم بپیونده پیونده کنار مردم ایستادن برای نام جاوید ایران اما در بایکوت خبری قرار گرفتن جواد بهداد، احسان سفاری، سجاد اسگری، رضا کوشگی نجاد و امیر زمانی و بهنام زارعی این ارتشیان با غیرت و با شرفمون رو فراموش نکنیم و صدای با شرف ها باشیم صدای بی صدایان باشیم زندانیان سیاسی آزاد باید بشن پاینده ایران جاوید شاه تا عبد و یک روز بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم روز و روزگارتون خوش